بسم الله الرحمن الرحیم ماجرای ویروس کرونا آقا از 27 دیما برای اولین بار در دولت مطرح شد یک شنبه 27 دیما بحث شد که بیماری کرونایی آمده با این ویژگی ها هست در برخی از شهرها و کشورها مردم مبتلا هستند منطقه همه بحث این بود که به همدلله هنوز در ایران ما با این مشکل مواجه نیستیم و در اون جلسه وزیر بهداشت و درمان بسیار اصرار داشت که پروازهای ما به چین فوری قطع بشه و کسی از اونجا وارد کشور ما نشه چند روزی بیشتر نگذشت در سی بهمن در چهارشنبه اطلاع به ما رسید در دولت وزیر بهداشت اعلام کرد که متاسفانه دو نفر از فوت شدگان در اثر کرونا بوده و آزمایش اونها هم مثبت بوده بنابراین ما در لحظه ای که مواجه شدیم با این بیماری در کشور سی بهمن بوده و در همون جلسه دولت من به وزیر بهداشت گفتم که بدون هیچ ملاحظه ای فورا اون چه واقعیت هست به اطلاع مردم برسونید با اینکه خب ما شب انتخابات در واقع بودیم شرایط ما سخت بود اما در این حال گفتیم مسئله به خاطر اهمیتش به اطلاع مردم برسیم در سوم اسفند ما شورای عالی امنیت ملی تشکیل شد و در اون جلسه تصویب شد که ستاد ملی کرونا مسئله مقابله با کرونا رو دنبال بکنه و اون مصوبه خدمت جناب ارسال شد و حضرت از اون مصوبه رو تایید فرمودید که البته مصوبه دیگری هم مصوبه دومی هم خدمتتون فرستاده شد که اون هم تایید فرمودید در واقع تأیید مصوبات شورای عالی امنیت ملی به دست مبارک جنابالی آغاز این حرکت بود و به اعتقاد من این حرکت اگر حتی یک روز به تأخیر می افتاد یعنی به جای سوم اسفند که شورا بحث کرد شورا تصویب کرد و جنابالی تایید فرمودید اگر مثلا چند روز تاخیر می افتاد ممکن بود ما با شرایط بسیار سختی مواجه بشیم بلا فاصله جلسات تشکیل شد در روزهای اولیه جلسات عمدتا به ریاست آقای دکتر نمکی تشکیل می شد و بعد جلساتی تشکیل شد با مدیریت بنده برخی از جلسات هم با مدیریت جناب آقای دکتر نمکی ما از اول حادثه تا حالا مجموعاً 80 روزه از پایان بهمن تا امروز 80 روزه در این هشتاد روز 20 جلسه رسمی که این جلسه امروز ما از اون جلسات هست به این شکل و بیش از 20 جلسه فرعی اون هم با حضور من و وزرا حداقل 80 جلسه حداقل تشکیل شده در این مدت 80 روز و ما حدود 8 کمیته تشکیل دادیم کمیته بهداشت و درمان که خب آقای دکتر نمکی مسئول بودن کمیته امنیتی و اجتماعی آقای دکتر رحمانی فضلی مسئول بودن کمیته اطلاع رسانی که آقای دکتر صالحی مسئول بودند که البته صدا و سیما هم در اینجا خیلی پشتیبانی کردند و اساسا در این امر مقابله صدا و سیما یک نقش بسیار ارزشمندی رو داشت کمیته پشتیبانی که وزارت سمت اون رو به عهده داشت کمیته حمل و نقل که وزیر راه اون رو به عهده داشت و آقا اگر یک روز ما حرکت قطار ما یا کامیون های ما از بنادر ما به مرکز کشور متوقف شد ما در عرض چند روز ممکن بود در برخی از کالاها دچار مشکل بشیم البته زخایر ما به اندازه کافی بود اما هم به محض اینکه شنیده بشه که باری به یک زخیرهی نمیرسه جامعه دچار استراب میشه و به همدلله هر روز این کار انجام گرفت هر روز از هر کجای دنیا که ما خواستیم هواپیما رو بفرستیم و برن تجهیزات لازم رو بر ما بیارن بدون هیچ دقدقه خاطر کروه پروازی آماده بودن رفتند بدون هیچ وحشتی بدون هیچ استرابی و کار بزرگی رو انجام دادن وزارت امور خارجه که کمیته دیگری رو به عهده داره مسئولیت بسیار سنگینی رو بر عهده داره مقصد در زمینه همسایگان ما در زمینه جذب کمک هایی که ما نیاز داریم در زمینه ارتباطات اقتصادی که مورد نیاز ما هست که کار بزرگی اونها به عهده دارن کمیته آموزش که برای آموزش و پرورش و دانشگاه ها تصمیمات خوبی اتخاذ شد از روز اول امروز هم این تصمیمات ادامه داره و بالاخره کمیته اسناف و اماکن مذهبی هشت کمیته ما از روز اول تشکیل دادیم مسئولین کمیته ها مشخصه همه هم فعال بودن هر یکی از این کمیته ها هم در طول این مدت بعضی هاشون شاید بیش از صد جلسه تشکیل دادن و مسببات اونها هم هست همه هم کمک کردن در این را و اقدامات مهمی انجام دادن مهم این بود که ما از روز اول از ساعت اولیه در واقع با آمادگی که بود اقدامات مؤثر فورا شروع شد یعنی مدارس فوری تعطیل شد دانشگاه ها تعطیل شد رفت آمد شهرها مقید شد به چارچوب هایی که موقع خروجی اونها رو غربالگری میکردن و چک میکردن وزارت بهداشت درمان بلافاصله غربالگری رو شروع کردن بیمارستان های ما که ساعات اول تا حدی در غافلگیری بودند تجهیز شدن و در این تجهیزات همه حضور پیدا کردن همه مردم نیروهای مسلح حتی مساجد برای هر چی که مورد نیاز بود همه به صحنه آمدن و این یکی از زیبایی هایی بود که در کمتر کشوری مشاهده شد که همه در کنار هم از صدا و سیما از نیروهای مسلح از وزارت ها از نهادهای عمومی غیر دولتی و همچنین از تمام مردم از همه سمنها از همه خیرین همه تلاش کردند ما دیروز در جلسه با خیرین بودیم دیدیم از همون لحظه اول راجع به کارتون خوابهای اقدام بسیار جالب و زیبایی انجام گرفته برای اینکه کسی مبتلا نشه اقداماتی که انجام دادن خیلی جالب توجه بود یا راجب معتادین یک کار بزرگی بوده که در سراسر کشور و همدلله انجام گرفت ما در کشور ما یک شیوه خاص خودمون رو اتخاذ کردیم برخی از کشورها شیوهشون این بود که ما آزاد بگذاریم این ویروس منتشر میشه یه عده از بین میرن یه عده هم بدنشون قوی میشه اون آنتی ویروس رو پیدا میکنن و بعد تمام میشه بعد از این مدتی همین الان هم بعضی از کشورها همین کاره دارن انجام میدن بعضی از کشورها معتقد بودن بسیار سفت و سخت باید وارد عمل شد. تانک آوردند توپخانه آوردند نیروهای مسلح ارتش آوردند مغازه ها رو بستند خیابونه ها رو بستند هیچ نمی نمیذاشتن از خونه خارج بشه اون هم یک شیوه ای بود برای خودش ما یک شیوه خاصی رو انتخاب کردیم بین اینا که امروز در آغاز جلسه ما وزارت بهداشت درمان توضیحات بسیار خوبی داد پنج گروه و پنج شیوه بود و ما بین چهار و پنج رو انتخاب کردیم یعنی سختگیری ها رو در کشور انجام دادیم محدودیت ها رو انجام دادیم مدارس رو بستیم مغازه ها رو برای مدتی بستیم سفر رو برای مدتی ممنوع کردیم اما در این حال به اون سختگیری بعضی از کشورها نبود مسئله رو هم رها نکردیم و لذا همه آمار و ارقام ما نشون میده که آمار و ارقام ما قابل قبول تا امروز ما آقا پیک بیماری ما تقریبا یک ماه بوده البته این یک ماه یه مقدار من به دلیلی گردش میکنم از 25 اسفند تا 25 فروردین پیک این بیماری بوده البته بخوایم دقیق تر بگیم از 26 اسفند بوده تقریبا تا 17 همه فروردین این یک ماهی که میگم یک ماهی است که تعداد متوفیان ما رقمی بودند قبلش و در این یک ماه همه رقمی بوده قبلش دو رقمی بوده بعدش هم دو رقمی شده یعنی ما از 25 فروردین دیگه دو رقمی شدیم قبل از 25 اسفند هم دو رقمی بودیم ولی در این مدت یک ماه ما سه رقمی بودیم حالا 111 بوده 113 بوده تا 150 بوده مختلف بوده به هر بنابراین پیک ما در این یک ماه بوده و اقدامات بسیار خوبی شده و مردم عزیز بسیار با ما همکاری کردند یعنی هر که بهداشت درمان ما گفته این ستاد گفته مخصوصا وقتی که جناب امر فرمودید که نکاتی که ستاد با قاطعیت بیان میکنه برا مردم لازم الاجرا هست و همه باید اجرا بکنن تقریبا 83 درصد مردم به طور متوسط گوش کردن اون چه که مسئولین به اونها گفتن و این در مقایسه با کشورهای دیگر قابل قبول هست و بسیار جالب توجهه نگذاشتیم آقا در کشور ما نان و جان به راه بیفته تو کشورهای دیگه راه افتاد نان و جان تو اروپا هم راه افتاد تو آمریکا که شدید راه افتاد نان و جان که جان مقدم است یا نان مقدم است معیشت مقدم است یا سلامت مقدمه این کار به حمد در ایران انجام نگرفت خیلی حساب شده هم سلامت مردم اولویت بود هم توجه ویژه به نان مردم و اقتصاد مردم بود کار بسیار خوبی انجام گرفت البته برای مدتی مغازه ها همه تعطیل شد از 23 فروردین مغازه ها در استان بازگشایی شد نه همه اونایی که خطرشون کم بود از سیام فروردین مغازه ها در تهران باز شد باز اونایی که خطرشون بسیار کم بود به تدریج ما گسترش دادیم اونایی که متوسط بود و اخیرا و هفته آینده ممکنه موارد دیگری رو گشایش بدیم خیلی حساب شده و با مراقبت با همه آمار و ارقام و کاری که روزانه وزارت به بهداشت درمان ما انجام میده و ما آمار اون رو هر روز میبینیم که شرایط ما چگونه است و چه جوریه امروز میتونیم بگیم شرایط ما به طور نسبی خوبه و در مقایسه با کشورهای دیگر ما میتونیم بگیم سرفرازیم ملت ما که حتما سرفرازه دولت و بقیه مسئولین هم در حد خودشون سرفرازن کار بزرگی در این مدت انجام گرفت چون این یک رقابتی بود که دیگه بین ما و همه کشورهای دنیا بود صنعتی و نمیدونم کشورهای بزرگ و ابرقدرت و همه در کنار هم ما قرار گرفتیم ما در تحریم بودیم اونا در تحریم نبودن ما مشکلات خاص خودمون داشتیم اونا نداشتن اما از اون طرف رهبر مدبری داشتیم اونا نداشتن ما مردم بسیار خوبی داشتیم که تو صحنه بودن مردم و اونها نسبت به مردم ما دیدیم قدم هاشون کوتاهتر بوده در این راه و بسیار مهمه که همه آمار و ارقام از مبتلایان از بهبودیافتگان، از متوفاها تو همه این زمینه ها آمار و ارقام ما آمار و ارقام قابل قبول هست ما نیروهای مسلح ما رو از روز اول گفتیم آماده بشن در همون شورای عالی امنیت ملی هم گفتیم بر مبنای بدبینی بدبینی چون ما احساس میکردیم موج اول ما بسیار شدیدتر و سنگینتر خواهد بود به این دلیل چهار هزار تخت نیروهای مسلح ما آماده کردن هزاران تخت نقاعدگاه آماده کردند. البته بیمارستان ها هم همه آماده شدن الحمدلله هیچ وقت بیمارستان های ما تختاش پر نشد حتی آی ها و بخش مراقبت های ویژه هم همیشه جا خالی ما داشتیم حالا بوده یه شبی در یک شهرستان آی پر شده فردا خالی شده اما این مشکلی نداشتیم که ما کشورهای دیگه داشتیم و بلا فاصله شرکت های دانش بنیان نهادهای عمومی غیر دولتی صنعت کشور وارد عمل شدند و نیازمندی ها رو بلا فاصله شروع کردند ایجاد کردن ما الان در این 95 وزارت بهداشت ما مجوز داده برای صادرات اونها بیش از حد نیاز ما داریم الان تولید میکنیم ونتیلاتور تقریبا میتونیم بگیم ما صحبتی که کردیم با آقای دکتر نمکی که ایشون میگفت 20 ونتیلاتور به ما بدن در ایران بقیه را صادر کنن ما اشکالی نمیبینیم تقریبا دو برابر این تولید میشه بنابراین ما میتونیم صادر بکنیم و مواد ضد عفونی و, و امثال اینها به وفور ما میتونیم صادر بکنیم شرایط ما به شرایط آبرومندانه ای است که ما میتونیم سرمونه بلند کنیم روبروی دنیا در این ماه رمضان و این مردم بسیار خوب و عزیز ما در این شرایطی که ما امروز داریم اخیرا ما آمدیم کشور رو بر سه قسمت تقسیم کردیم اون جایی که خطراتش خیلی کمه یا به اصطلاح سفیده اون جایی که خطراتش متوسطه و اون جایی که خطراتش زیاده اون جایی که خطراتش پایین هست که امروز 158 شهرستانه 158 شهرستان کم خطر یا سفیده که اونجا مساجد رو باز کردیم نماز جمعه ها باز شد در چارچوب پروتکل ها تا کاراشون رو انجام بدن و این اقداماتی است که آغاز شده ان امیدواریم روز به روز هم بیشتر بشه و با رعایت پروتکل ما دچار مشکل هم نشیم نسبت به آموزش تصمیمات بسیار خوبی در ایران اتخاذ شد صدا و سیما بسیار کمک کرد فضای مجازی بسیار کمک کرد در مجموع اکثر بچه های ما تونستن از طریق فضای مجازی و تلویزیون درس بخونن از درس عقب نمونن امروز هم تصمیم گرفتیم از هفته آینده مدارس گشوده میشه صرفا برای دانش آموزانی که مایلن برن اشکالاتشون رو از معلمین عزیزشون سوال کنن الزامی نیست اما اونایی که عقب افتادن یا میخوان چیزی رو بپرسن تو چارچوب پروتکل آزاد شده برای دانشگاه هم تصمیم خاصی رو ما کردیم از نظر مالی آقا خب ما دوچار فشار بسیار شدیدی شدیم جمعیت بسیار زیادی از مردم ما بیکار شدن یک عددی حدود 800 هزار نفر در بیمه بیکاری ثبت نام کردن و مدعی هستن شغلشون از دست دادن و ما موظفیم حقوق اونها رو پرداخت بکنیم البته عددهای دیگری هم ممکنه باشه برخی از اونها البته برگشتن سر کار برخی اضافه شده این عدد یه عدد ثابت نیست برای مردمی که شرایطشون بسیار سخت بود حتی تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هم نبودن که اینا رو ما شناسایی کردیم سه میلیون خانواده بود این سه میلیون خانواده رو تحت پوشش قرار دادیم و بین دویست تا 600 هزار تومان در ماه به اینها دادیم که چند نوبت دادیم بعد از ماه رمزون هم نوبت بعدی رو باز خواهیم داد برای چهار میلیون نفر که شرایطشون سخت بود ما وام یک تا دو میلیون تومانی براشون در نظر گرفتیم برای 23 میلیون خانوار ما یک میلیون وام قرض در نظر گرفتیم که به اونها پرداخت شده 75 هزار میلیارد تومان ما آماده کردیم برای مشاغلی که دوچار مشکل شدن که پرداخت اونها به زودی شروع میشه و آغاز میشه برای ما بسیار مهم بود که هم مخارج بیکاری هم مخارج بهداشت درمان رو چون منبعی نداشتیم از جناب عالی کردیم و با موافقت جناب یک میلیارد یورو برای این عمل اختصاص پیدا کرد که سی درصد اونها الان پرداخت شده بقیهش به تدریج پرداخت میشه این کار کار بسیار ضروری و مهم و یک نیاز قطعی ما بود کار بسیار بزرگی به دست مبارک جنابالی انجام شد و اون موافقت سهام عدالت بود که در این روزها مردم به خوبی اون جمعیت نزدیک پنجاه میلیونی و نه میلیون جمعیت که دارای سهام عدالت هستند بهشون اعلام شد که اگر مایلن میتونن سهام خودشون نگه دارن و سود سالانه بگیرن اگر مسترن و میخوان بفروشن یا مایلن بفروشن شرایط براشون بازه انشالله بعد از ماه این کار به خوبی انجام میگیره مقدمات این کار انجام گرفته به نظر من بزرگترین کمکی است که در این مقطع خاص برای اخشار ضعیف جامعه از طریق سهام عدالت انجام میگیره و این بسیار مهمه در کارهای دیگر ما در مثل آب و برق و گاز ما گفتیم سه ماه تعویق بیفته پول اینا رو پرداخت نکنن در مالیات همینطور امحال کردیم بدهی ها به بانک ها همین کار رو کردیم اجاره منازل به همین صورت اقدام شد اقدامات خوبی شد برای اینکه مشکلات مردم تا حد زیادی کاسته بشه و از اون طرف در بخش شرکت های دانش بنیان، کارهای خوبی شروع شد حالا چه نیازمندی هایی که داره الان تولید میشه چه تحقیقاتی که دارن انجام میدن برای دارویی که احتمالا بتونن به دست بیارن و کشف بشه برای واکسنی که بتونن آماده بکنن این کار هم کار بزرگی است که آغاز شده و شروع شده من تقریبا میتونم محضر جناب عرض کنم آقا از ابتدای دیماه یعنی قبل از این حوادث تا امروز در این مدت تقریبا هیچ کس حالا در مسئولین رده بالا که من, من میشناسم یک روز تعطیلی نداشتن حتی میتونم بگم ساعتی آرامش نداشتن الحمدلله شبانه روز فعال بودن و تلاش کردند. و امیدواریم خداوند قبول بکنه و کمک بکنه که بتونیم این راه رو به خوبی ادامه بدیم من در اینجا لازم میدونم از بانک مرکزی به ویژه تشکر بکنم چون روزهای بسیار سختی ما داشتیم هر چیزی ما نیاز فوری ما بود به بانک مرکزی گفتیم پولش رو تامین کرده و هر وسیله ای که بوده با هر مشکلاتی که بوده در همین یک میلیارد یورویی که جناب فرمودید باز این کار کار بانک مرکزی است که بانک مرکزی تامین کرده 75 هزار میلیارد تومانی که به عنوان تسهیلات میدیم 23 هزار میلیاردی که وام قرض الحسن تمام اینا کارایی است که بار اصلیش بر دوش بانک بوده بار سهام عدالت هم بر دوش شورای عالی بورس و وزیر اقتصاد انشالله امیدوارم تونسته باشیم در این مدت اونچه وظیفه ما بوده لاعقل حد اقلی که تونستیم و توان داشتیم انجام بدیم حضرت مستابالی همیشه ما رو راهنمایی کردید گایی هم که لازم بوده با دستخط مبارکتون باز هم بنده رو راهنمایی کردید ما نیازمند به راهنمایی شما هستیم به هدایت شما هستیم به کمک شما هستیم و به دعای خیر شما در این ماه پربرکت رمضان هستیم و انشاءالله در سایه پربرکت شما کشور از این مشکل به خوبی عبور خواهد کرد انشاءالله و سلام علیکم و رحمت الله آماده ایم تا از بیانات جناب عالی استفاده کنیم و علیکم و سلام و رحمت الله طیب الله خیلی خوب بود